بینندگان داداش نهایت عزیز تلویزیون هلال و علاقمندان خوب برنامه فقه، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوشحال هستم که با شما عیزا هستم. دوستان نهایت عزیز، قسمی که شما آگاه هستین، برنامه فقه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 3 الی 4 بعد از ظهر به طور زنده و مستقیم به نشر میرسد و در این برنامه مهمانان عزیزی می داشته باشیم و شما عزیزا هم در جریان برنامه می توانین که پرسش های خود را مطرح بسازین. انشاءالله که مهمانان برنامه ما برای شما پاسخ ارائه می کند. البته شماره های تماس روی اسکرین تلویزیون های شما دیده می شود، با همان شماره می توانین که تماس بگیرین. انشاءالله که ما وقت اساسی را به شما خاص کردیم و همین که تماس بگیرین براتان حتمی پاسخ ارائه میکنیم. خوشبختانه که در برنامه امروزی جناب استاد مولوی صاحب شمس الحق فروتن با ما مهمان هستند. انشاءالله که روی دو موضوع مهم صحبت میکنیم، اعتکاف و شب قدر، و انشاءالله که از شب قدر آغاز میکنیم و بعدا درباره اعتکاف هم صحبت های می داشته باشیم. آرزو دارم که از همین حال الی پایان برنامه با ما باشین و ما را تنها نگذارین. پیش از اینکه پیرامون موضوع برنامه صحبت آغاز شود، به جناب استاد خوش آمدید میگیم. استاد ستړی مشی، خبرونه ته بخیر راغلی. علیکم السلام و رحمت الله. جناب حساب تاسی قدرمن همکاران او ټول لیدن کوریدن کی ته سلامونه ونه کې هلو وړاندې کوم. الله دې چې ټول لوغ رمټ وي او د روژې مبارکې میاشتې سره په خیر وي. تشکر، مننه استاد. ورځې خیر تیرې کړې. انشاءالله انشاءالله. جناب استاد، د دې لیلة القدر زمزمي زښتې زیاتې شوې دي. بله، نو یې د لپاره چې د لیلة القدر باندې لږ پوه شو، که له فضیلت نه یې پیل کړو چې لیلة القدر څه فضیلت لري چې داسې د هر مسلمان له خولې او د هر عالم له خولې نه په دې شپې ورځو کې لیلة القدر اورېدل کیږي؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراك ما لیلة القدر. صدق الله العظیم. محترم ورور حاتب، اول خدای الله نه دعا کوو چې ما او ته او ټولو مسلمانو ته الله دا شپه په برخه کې، او په دې شپه کې الله زموږ د ټولو ګناهونو نه او تېروتنو نه تیر سي راته، او موږ د خپل رحمت او د اور نه د خلاصي مستحق وګرځوي. همدارنګه ټول اسلامي امت دی الله تعالی د دغې شپې په برکت او د دې د خیر او هغه ښېګڼې چې په دې شپه کې دي الله دې موږ ته نصیب کړي، او هغه ناخوالې چې نن په اسلامي امت کې او په ځانګړې توګه زموږ ملت ورسره مخ دی او لاس او ګرېوان دی، چې هغه هم د پای ټکی عمومي. بله، دا شپه ډیره درنه شپه ده، ډیره د قدر، لکه څنګه چې د نوم نه معلومه ده، د قدر شپه ده، د عظمت شپه ده. وایي نوم هم ځکه قدر ده، قدر چې دا د قدر او د منزلت نه برخمنه ده. یا بله معنا ده چې علما وایي چې په دې کې هر څه اندازه کیږي، عمرونه، رزقونه او کارونه، څه به کیږي څه به نه کیږي. فيها يفرق كل امر حكيم. دا مسائل دي، دا شپه واقعا دا د چي دي فريماني په معنا خو نه راځي استاد. بله، دا ټول مسائل په کې شته، يعني هغه څه معنی چې د قدر په معنا کې پروت دي، څه خير او څه برکت او څه عظمت په دې معنا کې پروت دي. یو خدا خبره ده چې دا د خیر او د شپه ده. بل هغه دا ده چې الله وایي چې وما ادراک ما ليلة القدر. الله موږ ته خپله معرفي کوي، نو دین لوی فضیلت نور څه شی ده چې الله موږ ته وایي چې دا شپه څومره عظیمه شپه ده، څومره ستره شپه ده، څومره ښایسته شپه ده، او څومره برکت په دې شپې کې ده. په یوه شپه کې د 3 اتیا کالو برکت ده، ځکه الله وایي چې لیلة القدر خیر من 1000 شهر. دا خیر علما او هغه څوک چې د لغت عربي سره اړیکه لري په دې پوهیږي چې خیر دا د اسم تفضیل، یعنی آخر ده، خدای د تسهیل د وجه نه او د تخفیف له وجه نه دا الف حذف شوی او خیر پاتې شوی ده. آخر یعنی ډیر غوره ده، ډیر غوره. بله، خیر من 1000 شهر، له زرو شپو ډیره غوره ده. که نه؟ بله، هو
انلیمیت اس حد نشته چې دا خیر ډیر غوره نو څومره غوره، خو که دا زر میاشتې هم موږ حساب کو 1000 شهر یوازې که نه بله خیر هم پرېږدو نو تقریبا 3 اتیا کال عمر کېږي. دا یې فضیلت ده. په دې شپه چې چا عبادت وکړه، بله چا عبادت وکړه، یعنی داسې ده چې ده لکه 3 اتیا کاله عبادت کړی وي، 3 اتیا کاله او 100 میاشتې راځي. بله هو اوس دا خو دا 3 اتیا ده، 1000 شو، 1000 شهر بله خیر من 1000 شهر، نو هغه نو الله ته بهتر. معلومه بله ده چې دا د زرو نه هم غوره ده. څومره غوره ده؟ بله 1000 سل، 1000 درې سوه، 2000، 10000، دا ټول نو زرو نه اخوا چې تر میلیون پورې هم د زرو نه غوره ده. نو ډیر کوشش پکار ده. دا دا لوی او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دی په تلاش کې د دې شپې. یو ځل وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله میاشت، سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې ټوله میاشت اعتکاف وکړ د دې شپې لپاره چې دا شپه پیدا کړي او دا شپه په برخه شي. بلې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې و یو ځل بس کیناسته اول عشره کې اعتکفت العشر الاول اول لسیست التمس وه دا شپه مې په دې شپو کې دې لټوله پکې په دې لسو شپو بیا ما ونه پیدا نه کړه. ثم اعتکفت العشر الاوسط بیا منځنۍ لسو کې کیناستم. سعید الخدری وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شپو کې ناست، بیا ویلې چې ثم اوتیتو فیها بیا دې ته دې ورځو ته زه راوستل شوم، دې اخري ورځو ته اخري لسیزې ته، او فقیل لی ما ته وویل شو، یعنی د الله له طرف نه یا فرشتو یا جبرائیل امین هر چا چې ورته ویلې چې انها فی العشر الاواخر دا په وروستیو لسیزو کې ده. یعنی دا د وخت څه دی استاد؟ وخت ښیي چې په د وروستیو لسیزو کې ولټوو. بله نو کېدای شي د همدې لپاره چې علما ډېر تاکید کوي چې ډېر تاکید کوي په دې شوانه. بله بیا دا د دې حدیث نه دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېر په لټه کې و چې دا میاشت دا شپه پیدا کړي. بیا صحابو ته سر راوښکه چې اوس راشئ تاسې که څوک کښېني نو مسله د اعتکاف ته کښېني اوس دا لس وروستیو دا لس وروستیو کې و ما ته دا ویل شوي دي چې دا بیا ټول صحابه هغې دې ته تشویق کړه او وی هڅول چې هغوی په دې شپو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغوی ته ویل چې راځئ تاسو هم اوس کښېنه اعتکاف ته تر څو دا شپه پیدا کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم تشویقی ټول مسلمانان چې التمسوها فی العشر الاواخر تاسو که د دې پلټنه کوئ نو وروستۍ لسیزه کې وکړئ. بله استاد داسې ښکاري چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره له هغه عظمت چې درلوده دې شپې پسې دومره تږی و، نو موږ داسې انسانان چې د فتنې زمانه کې اوسېږو او همیشه رانه ګناهونه کېږي بیا ډېر زیات پلټنې وکړو. دا ده چې یعنی الله پاک ځینې موسمونه او ځینې فرصتونه او چانسونه مسلمانانو مؤمنانو دپاره برابر کړي دي، څه ورځې، څه میاشتې، څه ساعتونه که نه. بلې لکه د روژې میاشت، د جمعې ورځ، همدارنګه نورې ځینې ورځې دي په جمعه کې یو ساعت دی، او د حج موسمونه، همدارنګه ډېر داسې هغه شته چانسونه الله موږ ته ایښي دي چې موږ په هغې کې کوشش وکړو چې خپل نفس پاک کړو، خپل ځان الله ته نږدې کړو، قرب به حاصل کړو، او الله ځان نه په یو بهانه نه یو بهانه باندې خوشحاله کړو. نو نیکبخته انسانان او هغه خلک چې غواړي الله ته ځان نږدې کړي هغه به له دې ورځو د دې فرصت نه ګټه اخلي او باید واخلي، باید یې واخلي. دا دومره اوږد عمر او یا مثلا که موږ ټول عمر ووایو تیر خپل 2 لسیزې، 3 لسیزې او 10 کاله او 15 کاله او 20 کاله او 30، 40، 50، 60، 70 کاله دا اوس بیا دا یوه روژه راغلی موږ باندې. دا روژه هم دا ده په تېرېدو ده، دا د وروستۍ لسیزه ده. بله نو موږ باید د دې نه ګټه واخلو. خوراک، څښاک، تفریح، میلې دا هم ډېرې کړې دي. بله ډنډیورانو سره ساعت تېری او مثلا هر څه شوي دي او منډې تړلې د دنیا لپاره هلې ځلې او ځان ستړی کول او دې حده پورې چې شپه او ورځ هم نه معلومه. او راځئ چې دغه یو فرصت او دا عظیم شانس دا له لاسه ورنکو بالکل او د دین اعظمي ګټه واخلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنې ما درته وویل چې پوره میاشت د دې دپاره کښېناسته چې دا میاشت د شپه پیدا شي. بلې او دا هڅه یې کوله چې
خپل امت ته دا پیدا کی. نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل هغه شو نږدې و چې دا شپه پیدا کی، او حدیث کې وایي چې ما ولیدله پیدا مې کړه، بله خو بیرون راووته چې صحابه ته اعلان وکړي چې دغه شپه ده، وایي چې راووته په دې کې علما وایي چې د الله خپل حکمت ده، نو چې خلک همیشه د څو ورځې په عبادت کې تیری کړي او اجر او ثواب زیات شي، ځکه چې که د قدر شپه نه وي هم خو ثواب خوشته، بله یو په نفل په فرض ده، فرض په اویا ده. نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راووته چې اوس خلکو ته اعلان کړي، نو دوه کسان په جنگ و شخړه و بحث و یو مسله باندې و موضوع باندې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مصروف کړ، نو بس هغه رانه هیره شوه، او شو بیا رسول الله دی ودی په خیر کې چې دا غیر نه هیره کړه، دا لوی خیر نو جناب استاد ایتاسی له خبرو نه زه دومره پوه شوم چې مونږ کچیرې ليلة القدر پسې لټیږو، نو دې لس وروستیو کې ورپسې ولټیږو، او بیا په دې پوه شوم چې نور نو مشخصه نه ده چې په دې لسو کې کوم یو بي. په دې لسو کې نه ده معلومه، دوه نوه مونږ روایت لرو. یو ځینو روایتونه داسې معلومیږي چې طاق شپې دي، او اکثر علما هم په همدې نظر باندې دي چې په دې لسو ورځو کې هم طاق شپې دي، یوویشت، درویشت، پنځویشت، اوویشت، نهویشت، داسې او دا شپې. ځینې روایتونه داسې بیا معلومیږي چې دا جفت ورځې دي، که نه جفت ورځې دي، مثلا دوویشت، څلېرویشت، شپږویشت، اتهویشت او دېرش. خو لیکن دا دواړه روایت معلومیږي دا چې معلومه نه ده، بیا معلومه معلومه ده چې معلومه نو د په ویشتم باندې چې خلک ډیر زیات ګرم وي، استاد ډیر زیات آمادګۍ نیسي، دا څنګه؟ ځینې هغه علما په دې نظر باندې دي چې اکثر یعنی احتمال زیات د دې ده چې دا ویشتمه شپه باندې، خو لیکن راجح نظر دا ده چې نه ده معلومه. په همدې خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې التمسوها فی العشر الاواخر، په دې لسیزه کې ولټوئ. نو په دې خاطر باندې موږ ګورو چې اعتکاف رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شپو ورځو کې عملي کړی ده، او هغې ته بیا عملي جامه ورکړی ده او تشویق کړی دي مسلمانان، دا د همدې لپاره چې دغه چانس له لاسه ونه کړي، که هره شپه یې که تاغې که جفتي، خو چې یو سړی د شلم د مازدیګر نه کښېناست تر اختر پورې او بیا دېرشم پورې، نو حتمی انشاءالله پیدا کوي، پیدا کوي، بله. او بله ښه خبره دا ده چې مسلمانان په دې شپو ورځو کې دې لپاره چې د شپې نه محروم نه شي، هره شپه د شپې په اوله برخه کې یعنی د شپه ټوله شپه ده، نو تر صبح صادق پورې، تر چې غروب وشو لمر پرېواته شروع شو، تر سهار سپیدو پورې چې سپیدې وچوي او رڼا سي سحر را داخل سي، تر دې وخته پورې ته کولی سي چې عبادت وکړي. صحیح ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش کوه چې ټوله شپه، حتی علماوي چې احیا لیله، و دې نه دا معلومیږي داسې قرائن نور نشته چې د څه شپه ویښه تېره کړې وي صحیح ویده شوې، و د دې حدیث نه دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله شپه ویښو، بله ایقه و ایقه ده اهل خپل فامیل اهل عیال هغوی به هم را بیدارول. هدف مې دی کېده چې هره شپه یو څه مختلف کارونه وکړي تر څو هر نوع عبادت په دې شپه ممکن وي، بله یو څه لږ صدقه وکړي ولو که ډېر لږ وي، که لس روپۍ هم وي، نو ته فکر وکړه چې هغه خیر من د درې اتیا کالو کې ته هره شپه چې ته لس لس روپۍ صدقه ورکړې، نو دا ډېر ښه شو، نو د لکه درې اتیا کالو کې ته لس لس روپۍ ورکړي دي، حساب بکوه. حساب استاد اتر معلوم می شود که این شب بسیار شب با عظمت، شب مالا مال و پر از نعمت های الهی و از لطف الهی است. پرسان ما این بود استاد که این شب با عظمت که ما او را داریم، آیا به امت های قبلی هم داده شده بود یا نه این تنها لطف خداوند به حق امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ و پیش از اینکه شما پاسخ را بکنین، یک بیننده داریم میبینیم که اینا چی پرسش دارن. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. جور استاد قدریز، تشکر، زنده باشین. کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ احمد ولی سم از ولایت لوگر. احمد ولی از ولایت زیبای لوگر، بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین چی پرسش دارین؟ از مولی تو پرسش دارم، امی صدقه فطر که آدم میده اگر میده پیسه نده جنس بده هم تو خواه. و دیگه امی مقدار 30 نفر پینجار با می کمی از زیادتر می چند می از امی دو پرسش از مولی سو مطرم دار چونگه میده برما جواب دادن. تشکر، انشالله همی دقیقه براتان پاس خرمی و یک سوال دیگه هم دارم. امی چکنیم دیوی کار بارم و
خدای زیر برکت بیان شود در خانه، در کار، در بار با میگی بسیار بخشش باشه که می ما میایی کار بار داریم با میگی بسیار با میگی زمیسه و بعد برکت بسیار با میگی دست کم چیز بار با میگی همی هم جواب کرد ما جیسم متر بیمیم حتمی براتان پاسو خیره میکنیم تشکر لطف کردین خدا حافظ و ناصرتان بود خب استاد ما وعده سپرده بودیم که وقت اعظمی برنامه را به شنونده ها و بینندگان نهایت عزیز خوب است انشالله وقف میکنیم علیه مطال برادر ما شما را خوش داشته باشه و تمام صدقات و خوبیش قبول بکنه آمین از جمله صدقات فطرش و از تمام مسلمان ها را صدقه فطر بله میتونن جنس هم بده ولی در این زمان جنس که مثلا گندم آمده و خرما آمده و علما به این نظر هستن که مفیدی است که پول داده شوه پول داده شوه به خاطر اینکه به نفع انسان های نیازمند و هر دم شهید و بیوه و یتیم هستن ما نمیدانیم که فقیر و مسکین به چی چیز نیازش بیشتر است اگر پول را به اونا تسلیم بکنیم اونا خوب میدانه که هر چیزی که نیاز داره او را بگیره اما جایز است و خوب است در حدیث هم جنس ذکر شده جنس ولی نظر به نفع فقیر است که پول داده شده بهتر است در این شرایط و در این ظروف نظر علمای برجسته جهان اسلام هم است و نزد احناف هم این جایز است که جنس داده شده و هم پول هم داده شده و مقدار و مقدارش در این ایام 60 افغانی تعیین شده خب. که میتونن اینو از هر فیر از البته از گندم و از خرما و جو از اون مسائل 350 افغانی و یک چیز همیجا اشاره بکنم که کل مردم کسی که توانمند است اقتصاد بسیار بلند داره و با میلیون ها دلار سر و کار داره و بسیار وضعیتش خوب است الحمدلله اونا میان از 60 افغانی یا 50 افغانی صدقه فطر را حساب میکنن اونا باید به این گونه نکنن نه اونا به هر مثلا شنوندر استاد همراهش صحبت بکنیم که خوب. زیاد انتظار نشون بله بله دوست عزیز صدای ما را میشنوین خب البته زیاد انتظار شدن نتونستیم که همراهشان صحبت بکنیم ولی همکاران تکنیک ما میگوین که یک میان برنامه داریم انشالله که میریم به طرف میان برنامه بعد انشالله دوباره برمیگردیم و پیرامون موضوع با شما صحبت میکنیم باز هم به تک تک شما عزیزان خوش آمدید میگوییم برنامه فقه هست و روزهای شنبه دو شنبه و چهار شنبه این برنامه از ساعت 3 الی 4 بعد از ظهر به طور زنده و مستقیم به نشر میرسد و در جریان برنامه شما عزیزان هم میتونین که تماس بگیرین و پرسش هایی که تا به حال برای از او جواب دریافت نکردین جواب دریافت بکنین البته شماره تماس روی اسکرین تلویزیون های شما دیده می شود با همان شماره می توانین که تماس بگیرین ما در خدمت شما هستیم همین حال هم می توانین که تماس بگیرین درباره لیلة القدر صحبت می کردیم و جناب استاد شمس الحق فروتن با ما مهمان هستند انشاءالله که در این باره معلومات خود را با ما شریک می سازند بیننده روی خط هست می بینیم که کی هستند و چی پرسش دارند بله بله بفرمایید که هستین و از کجا تماس گرفتین؟ هارون هستم از غزنی و دوستان محترم اکتاب بشم از غزنی هارون از غزنی خوش آمدین چی پرسش؟ خوش بله محترم سلام علیکم و علیکم السلام بفرمایید هارون صاحب بله من صدای شما را دارم اگر صدای مرا میشنوین پرسش خود مطرح بسازین بله محترم از غزنی سلام دو سوال بشم یک سوال مایی بود که همین بدیل بیمه در جهان اسلام چیست؟ خب و سوال دوم این بود که اگر میشه اگر لطف کنن بگن که برای زنان حامله روزه گرفتن چه حکم داره بگیرن روزه است نگیرن چه قصه خب در صورت که هیچ کدام تکلیفی هم نداشته باشن اگر روزه را بخورن آیا کدام کفاره داره نداره چه قصه این می سوال داشتم مطرح حتمی براتون پاسخ خیر می کنیم خوش باشه تشکر خدا حافظ و ناصرتان بود خب استاد پرسش برادر قبلی ما هم صحیح جواب نشد در اوجه ما وضاحت میکردم در مسئله که
متاسفانه کسی دیگری هم روی خط هستن. بفرمایید صاحب. بله سلام علیکم برادر. و علیکم السلام، کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ حضرت الله هستم، از منطقه دارالامان تماس گرفتم. حضرت الله از دارالامان، بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید. تشکر. یک سوال داشتم مالک محترم درباره از این که از چیز است که ما در خانه تراویح میکنیم، مسجد هم در بالای خود دورتر است و همه در خانه یک بچه که مثلا بود تراویح ما را میتر پرسرش ما استاد میشیم و اینجا سرام استاد میشن، همین یک باز مالی چه در پرسان میکنیم که همین چی جواز داره. خب که تراویح شما میشه خیر، براتون پاسو خیر هم میکنیم. درست درست درست. تشکر، خدا حافظ و ناصرتان باد. خب استاد میبخشین که صداش حرفاش مراقبت کردم. خواهش میکنم. دیگه من هدفی بود که هر کس به طبق توانایی خود بعد افطار روزه را یا صدقه فطر را ادا بکنه. کسی که نتوان است او 60 توانی را بده. نتوان هدفتان کی است استاد؟ یعنی کسی که به اصطلاح خودش محتاج خیرات دیگران خیرات دیگران نیست. نه کسی که محتاج است خود میگیره. کسی که تو اقتصاد وسطی یا زندگی متوسط داره و صدقه فطر بالاش واجب هست، حداقل حداقل صدقه فطر بالاش واجب است و مازاد داره، چیزی که از زندگی خود و از مصارف خود مازاد داره، نصاب داره، نصابی که برای زکات است و برای صدقه فطر است. اینا چقدر میپردازن استاد؟ اینا مثلا امو کمشه بپردازن، ولی کسی که توانایش بلند است، اقتصادش بلند است، او از چیزایی که قیمتی است، مثلا در مدینه المنوره در شهر پیامبر صلی الله علیه وسلم گندم قیمت بود در وقت نسبت به خرما و جو این مسائل، چون خرما و جو زیاد بود قیمت بود ارزان بود، ولی گندم کم بود این قیمتش بلند بود، اونا ایره می پرداختن. حال برعکس شده، ما مرزا نگرفتیم، کلی مردم، کسی که رئیس دولت هم هست، رئیس هم هست و کسی که رئیس تجاره هست، اونا هم میره میپرده. تشکر استاد، یک بیرین دست مسئولیتشان به یادانه میشه. بله خب زیاد انتظار شدن، البته نتانستیم هم روشن صحبت بکنیم، ما در خدمتشان هستیم، باز هم میتونن که تماس بگیرن. خب استاد، پرسش دومی هم داشتن برادر ما، گفتن که کاروبارداری در رابطه با برکت در کاروبار و در زندگیش برای ما قرآن راهنمایی میکنه. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عمل صالح است که زندگی ما رو درست میکنه، الله با ما همکاری میکنه و در زندگی ما برکت پیدا میشه. بنابراین اول این کوشش بکنیم که بعد از اینکه ایمان داریم نماز بخونیم، اعمال ما رو درست بکنیم تا برکت الله و فیضات الله شامل حال ما شود. یک بیننده داریم استاد، بعد ان شاء الله شما باز هم بشنویم. ادامه بدیم. بله بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. روز جانم ما مولوی چه نه پختنه چې مونږ څنګه څه ورکو او مونږ څنګه خه لکوم زه تاسو غږیږی مونږ د کابل د نصار څخه څخه دا پوښتنه خو ځواب شوې، بیا هم تاسو ته ځواب وو ان شاء الله. خو خیر، بیا هم ځواب راکړئ په دواړو سترګو. حتمی حتمی په دواړو سترګو حتمی. خدای او ډېره زیاته مننه چې اړیکه مو ونیوله. الله مل شه په مخه مخه مننه دې ورور ته، به بیا هم ووایو چې تاسو که توان مو زیات وي خو 350 افغانۍ فی نفر، ولو که هغه ماشوم چې په هماغه ورځ هم د صبح صادق نه وروسته پیدا شوی ښه صحیح ده، او نور ټول او که چېرته هم توان کمی نو شپېته افغانۍ ښه، یعنی که پیسې نه لرئ، متوسط ژوند لرئ، نو له شپېتو نه کم ورکوئ، او د کور د ټولو اعضاو په سر شپېته، یعنی د هر کس په سر شپېته روپۍ. مننه استاد، بیا هم یو لیدونکی لرو، دوی سره به وغږېږو، بیا به ابل لور ته ځواب وایو. بلې وعلیکم السلام ورحمت الله، بفرمایید کی هستین، از کجا تماس گرفتین و چی پرسش دارین؟ بله میشنیم، بفرمایید. برادر ما کسیم کرابی رو خانه تنهایی میخونیم، براتان حتمی جواب میتیم. امیر پرسان کنون مریض صد که میشه نمیشه. خب حتمی درباره تراوی پرسش داریم، پرسش شما رو همراش علاوه میکنیم. بله گفتم برای شما پاسخ خیره میکنیم.
تشکر، لطف کردین، خدا هم حفظ ناصرتان باد. استاد یک پرسش دیگری هم در این موضوع داشتیم، تراویح. ولی پیش از اینکه به این برادر پاسخ را بکنیم، برادر قبلی ما درباره از غزنی که تماس گرفته بودن درباره بیمه صحبت کردن که آیا سیستم اسلامی کدام بدیل دارن؟ اسلام دین کامل و شامل هست. ما بهترین بدیل در اسلام داریم که به نام تکافل اجتماعی در اسلام ما یاد میکنیم که یک برنامه مستقل را ما میشه که در او رابطه داشته باشه. مال مختصرا به برادر ما عرض میرسانم که تمام مسائلی که شما بینین که اسلام برنامه زکات داره که از اغنیا میگیره به فقرا تسلیم میکنه، همچنان اسلام تشویق کرده بر صدقه، بر خیرات، بر نیکی ها، بر مشکلات حل کردنی. من نفس عن مسلم قربتا نفس الله عنه قربتا من قربه یوم القیامه. اگر مشکلی یک مسلمان در دنیا حل بکنی و مرفوع بسازی، الله متعال در روز قیامت مشکلات زیادی این انسان را و بسیاری الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، الله در کمک بنده اش است تا زمانی که ای در کمک بنده دیگر می باشه. بنابراین این مسائل هست، ما مثلا این کل مسائل داریم و کارهای خیریه ای که و دروازه خیری که در اسلام باز است به نام تکافل اجتماعی را اعد میکنیم و این بدیلی بیمه هست که او یک منظمه سودی شاید بوده باشه در بعضی در اکثر مواقع. یعنی در اسلام میتونه مسلمان ها یک ارگان را بسازه و در اوجه کل مسلمان ها بدینی که پس او فایده بگیره، پیسه های خود جمع بکنه و یک جایی که مسلمان های امین و با دیانت و تقویدار باشه و اونا تسلیم بکنه. و در هر جایی که یک مسلمان، مثلا ما چی داریم؟ وقف در اسلام داریم، وقفی حتی در اسلام به حد وقف رشد کرده بود که حتی یک مادر از طفل خود که چمش دورم وقف میکرد که شیر میداد برای اطفالش. یعنی این مسائل بود، این مسائل دیگه بالا و بلند که بود و خوب بود. یعنی با اندکترین و جزئی ترین مسائل اسلام رسیدگی از همین طریق تکافل اجتماعی و بیت المال و زکات و اداره وقف میکردن و راه دیگری خیلی زنده باشین استاد. پرسش نه تنها بدیل که اصل در اسلام است، نه تنها بدیل که اصل اسلام است که این کارا رو میکنه، بدیل نه بلکه اصل اسلام است. پس مشکل در فهم خود ماست. در فهم خود ما عملی نمیکنیم و اینکه دیگرها غالب شدن دیگه چیزا رو آوردن و امروز ما او رو عملی میکنیم دیگه جای تاسف است. و درباره روزه گرفتن زنان حامله که بله حتی اگر ضرورت نداشته باشند، قبلا هم ما صحبت کرده بودیم در برنامه های ابتدایی بود فکر میکنم، زنای حامله اگر ما مشوره دکتر باشه و دکتر حاذق و مسلمان مشوره بده برش برای افطار کرده میدم، اگر دکتر گفت که نه مشکل ایجاد نمیکنم بهتر است که بگیره. خب استاد یکی گپ بهتر بودن است، اگر با وجود از اینکه دکتر گفت روزه گرفتن به تو مشکل نیست، اگر افطار کرد کفاره برایش است یا نه قضایی؟ اگر نیت نه قضایی است، فقط قضایی میرد کفاره بلاش بله نیست. چون ایره علما حمل میکنه یا قیاس میکنه برای مریض، فمن کان منکم مریدا او علی سفر فعدت من ایام اخر. بله یعنی این مریض خواه است ولی رخصت است. ما در او برنامه گفتیم که یکی رخصت است یکی عزیمت است. عزیمت و رخصت عمل کردن هم یکی از احکام اسلام است و مسلمان ها میتونه بر او عمل بکنه، اما بهتر ای است که با یک دکتر مسلمان مشوره بکنه. اگر خطر بود برای مادر یا برای طفل، در اون صورت ضروری است که باید افطار بکنه و بدون او رخصت داره. اگر افطار کرد بله بعد قضایش. تشکر استاد، براستی هم باید افتخار بکنیم که در این زمانه یا هم در امی سالهای اخیر بسیار از فامیل هست که فرزندانشان حافظ قرآن کریم شدن. الحمدلله اینجای شکر است. و در این وقت استاد، کسانی که در فامیل خود حافظ دارن معمولا در خانه های خودشان تراویح میکنن و قرآن کریم را ختم میکنن و بعضی از فامیل ها بازتوری میکنن که درست از خانهشان حافظ نخواه باشن، ولی با وجود که حافظ در خانهشان نیست تراویح را در خانه اقامه میکنن. این یک تشویش است که فعلا در برنامه امروزی هم ما شما داشتیم. به اینا چی میگیم؟ تشویش نداشته باشه انشاءالله، چون تراویح یک کار مستحب و مسنون هست.
میتونیم که در مسجد یا در خانه ادا بکنیم، اما در مسجد همه قدر است که امو جماعت بزرگ و کلان طبیعی که درجات ثوابش تفاوت داشته می باشد. اما وقتی که در خانه جماعت اقامه میکنه بهتر است و افضل تر است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کرده که نوافل را در خانه خوانده شود. یعنی ای اهمیت ای را کم نکنه که تراویح را ما در مسجد میخوانیم. اگر ای طور باشه خیرش بیشتر، به خاطری است که هم او مادران و خواهران ما که در خانه سنام مستفید میشن و اطفال ما و اولادهای ما نسل آینده ما عادت میکنه به نمازها و به تراویح، چون اطفال بر مسجد آمده نمیتونن، شب مادران آمده نمیتونن. اگر اونا اوج استفاده بکنه کار خوب و نیک است، انشاءالله ثواب خالی نیست و بلکه کار بهتر است، تشویش نداشته باشه. و در رابطه با برادر دیگه که سوال کردن که ما به تنهایی تراویح ادا میکنیم در خانه، برای هم خو اگر جوان است و تکلیف نداره و کدام مشکلی نداره و در خانه مسائل و ظروف و شرایط دیگهش برابر باشه، بهتر ای است که در این موسم خیر و این موسم استثنایی برای اجر و ثواب الله تعالی برای ما مهیا کرده، بهتر است که به مسجد برون و در مسجد تبیز که نماز ادا کردن نماز با جماعت بهتر است تنها گذار. بله. بعد درجات مختلف 27 درجه و 25 درجه که در احادیث ذکر است، بناهن بهتر ای است که در روژه خوانده شود. اما اگر روژه نخوان در خانه خواند هم نمازش اشکال نداره و ثواب انشاءالله کمی کنه، بازم از امو ثواب جماعت اینا، ثواب جماعت اینا کسته می شود و بس. یعنی استاد اگر یک کسی، یکی خود ضرورت است که شما آزه ساختین، و اگر کسی از روی غفلت یا سهل انگاری و یا هم فراموشی به مسجد نرفت به خاطر ادای تراوی، پس ای ربانی از این نکنه که ولی در مسجد نشد خود خانه هم نخانه. نه خوب نه است نه که نه در خانه اقامه بکنه. بسیار زیباست، خوب است که در خانه بخانه و خانه شا. متشکر استاد، زنده باشین. من گتاسی استاد په دی لیلۃ القدر په باره کې غږېدو، خو مخکې له دې نه چې زه خپله پوښتنه مطرح کوم، بیا هم لیدونکی لرو، له دوی سره به وغږېږو، بیا به د لیلۃ القدر باره کې وغږېږو. سمه ده انشاءالله. بله 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 دوست عزیز، صدای ما را میشنوین؟ بله. اگر صدای ما را میشنوین لطفا و علیکم السلام، اگر میشه که صدای تلویزیون تان خاموش بکنین و از طریق موبایل صدای ما را بشنوین. بله دوستان نهت عزیز، یک خواهش اساسی از شما داریم، زمانی که تماس میگیرین صدای تلفن تان، صدای تلویزیون تان کاملا پایین بکنین و تلویزیون تان بی صدا بسازین، تا که بدون کدام جار و جنجال صدای شما را ما داشته باشیم و پرسشتان باز مطرح بکنین. این دوست ما هم اگر تماس میگیرن لطف بکنن، ما در خدمتشان هستیم، ولی پیش از اینکه ما اوکی بکنیم صدای تلویزیون خود را خاموش بکنن. دوستان نهایت عزیز، یک میان برنامه داریم، انشالله که بعد از میان برنامه دوباره برمیگردیم و با شما پیرامون موضوع صحبت میکنیم. باز هم به تک تک شما عزیزان خوش آمدید میگوییم. برنامه فقه هست و این برنامه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 3 الی 4 بعد از ظهر به طور زنده و مستقیم به نشر میرسد و علمای جید کشور با ما مهمان میباشند و خوشبختانه که امروز جناب استاد شمس الحق فروتن با ما مهمان هستند و پیرامون لیلة القدر صحبت میکنیم. و شما ایزا هم اگر پرسشی داشته باشین که پیرامون موضوع بچرخد و یا هم به طور عام پرسشی داشته باشین که تا به حال برایش جواب دریافت نکردین، تماس بگیرین، ما در خدمت شما هستیم و به پرسش هایتان پاسخ ارائه میکنیم. البته شماره تماس روی سکرین تلویزیون های شما معلوم میشود، با همان شماره تماس بگیرین. بله؟ و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ ما شما هستم، از بازار همراه شما تماس گرفتم. نه هم تماس گرفتم، حالی مطلب سیوانه تانستم. خب بفرمایین. از مادی سه
سوال دارم. من ترابیر در خانه تنهایی میخونم، چهار رکعت نیت میکنم، در بینش تسبیح هم یاد نداریم، یک سوره نماز الحمد شریف و سوره شریف یارو میخونم. آیا ترابیر درست است یا نه؟ بالکل براتون پاسخ خیر میکنیم. تشکر ندارم. تشکر. خدا آن حافظ و ناصرتان. استاد میشه که برشان بگوین؟ اشاره کردیم بله، مشکل نداره، هیچ اشکال نداره. دو رکعتی و یا هم چهار رکعتی؟ دو رکعتی یا چهار رکعتی بله، اشکال نداره نماز و... ما اشاره کردیم که بهتر در مسجد است، ای که در مسجد به اساس هر شرایطی که نتونست در خانه بخونه درست است، مشکل نداره. تنها تفاوتش همی است که از ثواب جماعتش کاسته میشه. خلاص و تسبیحات را که سوره های کوتاه میخوان، هر تسبیح را که خوان مشکل نداره، مشکل نداره. و اگر بخی خاموش نشست استاد، هیچ اشکال نداره، هیچ گپی نیست. تشکر. نو استاد مخکی تاسی دی لیله القدر یادونه وکاو چی بدی لاس ورسته شپو کی ولټو یا په جفت ورځو کې یا په تاخ کې خیانه لټي ونه کړ؟ راجه هغه هم ده چې ان شاء الله په تاخ او شپو کې ده، شپو ورځو کې به ان شاء الله. نو استاد بل پوښتنه ده چې اوس خو معامله د سی ګنګ پاتې شو یا جفت یا تاخ ورځي، بل څه نه هم شته چې لږ ورته خوشاله شي ماخام شه؟ نو مخکې له دې چې ځواب راکړي استاد، بیا هم یو لیدونکی لرو چې زیات انتظار نشي. صحیح ده، ان شاء الله. بله، وعلیکم السلام و رحمت الله. تلویزیون هلال. تلویزیون هلال، از شما کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ از خوشحال خان. شما همیشه خوشحال باشین، بفرمایین چی پرسش دارین؟ بفرمایین. یک دوباره چیز بود می پرسه که ما در نماز بالا میکنه. خب دلیل از این همه خواستم که آیا دلیل داره یا نداره، و دلیلش همی اگه باشه که تکبر معاذ بین برا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرسی کرده بود، حال اگر او سبب از بین برسی اینم تکبر از وجود ما نبود، آیا بازم ما میتونیم بالا پاچه رو بالا بکنیم؟ یک سوال دم دوباره آزان بود افتاری و یا هم سحری، که همی سحری مثلا با آزان درست است، براتان پاسخ خیره میکنیم. تشکر، زنده باشین، خدا آن حفظ و ناصرتان بود. بله، تشکر، زنده باشین، بفرماین. من مشکل میده دیشتون گاهی هم که روزه میگیرم خیلی سم فشار میایه، میدین اسید میده دارم، اگه که روزه نگیرم مشکل اسید دارین، روزه شما را به تکلیف میسازه. براتون پاسخ خیره میکنیم. زنده باشین خوارم. خب استاد، اول میپردازیم به برادر قبلی که اگر پاچه ما بلند باشه نماز ما میشه نمیشه، دلیل داریم نداریم؟ شدنش در نماز و بدون نماز ضروریست، و رسول الله صلی الله علیه وسلم وعید و زجر را بیان کرده که ما اسفل من الازار من الکعبین فهو فی النار یا فی النار. هر آن لباس و پاچه ای که از بجلک پایین باشه او در جهنم است. بنابراین به خاطر در اینجا بیان نشده که در نماز بلند باشه، بلکه هر وقت در نماز و بدون نماز پاچه باید از بجلک بلند باشه. و در علت مواردی که بله، علتش همی است که یک کلمه کبر شاید بوده باشه و یک خودنمایی و این مسائلی بوده باشه. و اگر حالا استاد خودنمایی میکنه بله، و هر چیزی که او را انسان متکبر وانمود میکنه و علامه کبر باشه، از این معلوم میشه که از او باید انسان بر حذر داشته باشه. هر تا از قرآن عظیم شان معلوم میشه که ولا تمشی فی الارض مراحا، و رفتار ما که تفتار چی باشد متکبرانه باشه هم ممنوع قرار داده شده. بنابراین ما از هر چیزی که تنها اینه که پاچه ما بلند باشه، بله ای آمال مامی طور است که بعض انسانایی که تو بوتای لکس پوشیده باشه و امی لباسی که پتلون می پوشن، امی طور است که او یک کلمه همینطور خودنمایی و خود بزرگ نیست که پاچهش پایین باشه و بجلکهش یک دیزاین است و یک چیز از این طور لباس ها باید انسان بر حذر داشته باشه. اما قضیه که انسان ناخودآگاه و متوجه نباشه، در دلش کبر هم نباشه و
بزرگ نماییم نباشه و پاچش همه تو بلند شده باشه و پس متوجه شده بلند پایین شده باشه و متوجه شده بلند کنه اشکال نداره انشاءالله. که چون رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگه که او میابی که باشیم هم بار بار بلند میشه، او نحیف بود و او ازار بندش پایین میرفت بار بار و پاچش پایین میشه. میگه لست من خیالا، تو از انسان متکبر و چی دستی و این مسائل هست، ولی بهتر است که در نماز و بدون و در نماز خو اولاد خو بالا باشه. تشکر. پرسش دیگر هم داشتن استاد، میگن که ما انتظار آذان رو بکشیم البته دست صبح، یعنی انتظار سپیده دم رو بکشیم. بله، اصل خو امی است که وقت و دمو آیاتی که میگه که حتی تبین اتم الصيام الى الليل اتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. بله، اصلا می است که وقت داخل شوه صبح وقت سحری سفید دم شوه و صبح صادق و در شام هم غروب صورت بگیره و ولی حالا اذان نشانی زیست و همینطور عادت شده و همینطور سنت مسلمان است که وقت داخل شوه این اذان میدن، وقتی که غروب شوه اذان میدن، یعنی اذان عالمی است که آل شام شده و وقت داخل شده. بنابراین ما میتونیم با اذان و اگر متعقن شویم ما بفهمیم خود ما با وقت و ماهر باشیم که آل غروب شد یا آل صبح صادق است و متعقن باشیم ما میفهمیم دروجه. ولی اگر نیم خود مطابق اذان بعد هم سحری خوده بند کنیم و هم افطاری بکنیم. تشکر. باز هم بیننده داریم. بله بله دوست عزیز، شما صدای ما رو میشنوین؟ سلام برادر، وقتتون بخیر، خسته نباشید. تشکر، زنده باشین. شما که هستین و از کجا تماس گرفتین؟ جاوید هستم، از دی افغانان با تماس شدم. جاوید از دی افغانان، بسیار زیاد خوش آمدین. بله. چه پرسش دارین؟ بیشتر یک برادر عزیز ما خواستن که خواسته بودن تماس بگیرن راجع به بچه بلند و پایین بایی گفت بزنن. بله مولا سید گفتن که باز چیز هست کسی این رو پیغمبر خداوند فرموده که چی به نماز چی بدون از نماز باشه باید بلند باشه، ولی مولا سید گفتن جایشان به جهنم هست. میخواستیم راجع به می یکم معلومات. درست است، تشکر، زنده باشین. خوب استاد، البته خواهر ما هم پرسان داره ولی چون که جواب به اینا از موضوع بیرون نشدیم، اینا به تشویش شدن که همین شما گفتین که جای اشخاص به دوزخ هست، از خود گفتین یا دلیل دارین استاد؟ انا حدیث است، ما حدیث رو خواندم که ما اسفل من الازار من الكعبین فی النار. یعنی او قسمتی که پایین از بجلکه هاست و در اگر پایین شد از لحاظ کبر و از روی کبر او در جهنم است. نماز جان خود نمیگم پیامبر صلی الله علیه وسلم. صلی الله علیه وسلم. تشکر. یعنی هدف ای است که انسان خطبه میکنه بخشیده میشه، ولی ای امو هشدار دادن رسول الله صلی الله علیه وسلم است که انسان باید متوجه باشه که این کار نشه پیشش. یعنی جزایش یعنی سنگین است. تشکر. سنگین است. زنده باشید. و برا خواهر گرامی ما که از هرات تماس گرفته بودن گفتن بله. که اسید معده دارم و با روزه به تکلیف میشم. ما بازم یک مسئله را جواب بگیم که در این مورد بر فتوای دکتران باید عمل شود که اونا تعیین بکنه که آیا ما خود نمیفهمیم که اسید درست است که انسان را به تکلیف میکنه، که آیا این به حد تکلیف است که انسان را به چه حد میرسانه و چگونه تکلیف برش پیدا میکنه که در اون صورت به اساس مشوره دکتران و یا اگر خودشان احساس میکنه که مریض است و نهایت تکلیفش زیاد است و باید دوا بخوره، در اون صورت میتونه افطار بله. بکنه. استاد خود از اینا خود گفتن که من بسیار زیاد به تکلیف میباشم، ولی از خاطر شناخت معیار به تکلیف است، وقتی که بسیار زیاد به تکلیف است در اون صورت افطار بکنه. فمن کان منکم مریضا او علی سفر. در قرآن بسیار واضح گفته شده که اگر مریض هستین یا در سفر هستین روزه را افطار بکنین، فعدتون من ایام اخر بعد در روزهای دیگر قضایش بره. بنابراین اگر چون معده تکلیفش بسیار حساس است
ما به خاطر که در این مورد نمی فهمیم باید به دکتران مراجعه شوه و اونا برایشان تعیین بکنن. اگر واقعا به حد مضر است، چون تکلیف های معده یک نوع عام شده، باز تکلیف ها نمیشه که انسان افطار بکنه، تکلیف عادی می باشه، فقط آب و بیشتر بنوشه صبح و چیزایی که شکر دست و چی هست، تنها در روغن بریان شده یا بریان شده گیز او را استفاده نکنم، تکلیف معده کاهش پیدا میکنه. اما تکلیف هات باشه، او را دکترها تعیین میکنه که در کدام تکلیف معده تونه میتونی روزه بگیری و افطار. استاد، اصل این فضیلت جامعه ما شاید باشه که علما را زیاد دوست دارن و شاید که این خواهر ما بارها پیش دکتر رفته باشن و از خاطر از اینکه زیاد امو به یقین مبدل شوه، از این خاطر شاید که از علما بله، هم پرسان کرده باشن. ما در اینجا خواهش از مسلمانای عزیز میکنیم، وقتی که پیش دکتر رفتن و از ایمان دکتر، یکی خوی است که بعضی کسای مثلا شاید ما داشته باشیم، یعنی مشخص خونه است، ما از مردم های دکتر های در خارج شاید برادر باشن که در روز دکتر های اهمیت نده بر روزه و در چیز عادیم، ولی یک انسان که یا دکتر که مطمئن باشه از ایمانش که آدم خوب است و مسلمان است و اهمیت میده بر روزه، بله، وقتی که چنین دکتر بر ما توصیه کرد که آل روزه افطار کو بعد افطار بکنیم، بله، در این صورت ما اگر افطار نکنیم و هر تکلیفی بر ما برسه و هر مشکلی ایجاد شما، ما گناهگار هستیم، چون حفظ نفس و حفظ جان و صحت ما بر ما فرض است، یکی از فرائض دین است و ما باید به این متوجه باشیم. صحت ما و بدن ما این امانت الهی است، در اینجا ما تصرف نکنیم که بجا باشه یا مثلا متضرر بکنه این امانت الهی را. بنابراین این توصیات دکتر را باید قبول بکنیم، مشروط بر این که دکتر حاذق باشه و ماهر و با ایمان باشه. تشکر استاد. لیلت القدر استاد نخی لری؟ بله طبعا، رسول الله صلی الله علیه و سلم چه نخی بین کردی؟ یا خدا چی امداش پا چه ازاعت و روح نهی لیک زیاده بی او دسی دویمان رناش پایی، یعنی رناش پایی روحانی دنورش پایی بسیر نهی چه داراون کې او تور او د سې دغه پکې بل هغه دا چې داش پډېره معتدلش پوي معتدلش په لا حاره ولا بارده، نه ډېره یخ وي نه ګرم وي. که مثلا دا شپې ورځې دي د شې اوړي په دغه کې شپو کې، نو ګرمه نه وي ډېره، معتدله ښه هوایي سړی پکې ښه والی احساس کوي. او ژمی کې ډیره بیا یخ نه وي، لا حاره ولا بارده، یعنی معتدله شوي، معتدله هوا چې موږ څه ته وایو کنه، انسان نه پازوي په انسان خلګي داسې هوا وي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نخدا بیان کړی دی چې په دې شپه باندې هغه شهاب ثاقب کوم تیر او غشی چې په شیطان پسې راځي اسمان ته، اسمان نه یعنی شیطان نشي تلی پورته اسمان ته چې هلته وګونسي، وي دغه شهاب نه شیطان التمسیت له وا شهابم نوشتل کی. همدارنګ بیا په سحر کې چی سحر سبیحۃ لیلۃ القدر تطلع الشمس لا شعاع لها، د لمر د سر ازي چی تیز نه شعاع نه لري، مدمی پکای او سوزون کنی لکه نور عام ورزونده. نو د سس علائم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته بیان کړی دي. بله استاد، دا هم بخی چې انسان قلبن خوشاله، خوشحالی راحت قلب او د اطمینان انسان ته حاصل کېږي. په دې کې کوم یعنی چا چې تا چې په برخه شي، نو الله دې موږ تاسو ټول ته په برخه کې راشي. امين امين. په دې شپه باندې د سه نو خوشحالی ورته پیدا کیږي او آرامي راحت قلب د سه اطمینان او ډاډ دا ورته رامنځته کیږي. استاد، ما دسی اوریدلی وایي چې دا شپه سره له دغو نښو چې تاسې ویلي دسې مطمئنه شپه وي، حتی مثلا د حیواناتو غږونه داشان هم پورته نه وي. که مثال ووایو په کوڅو کې به سپیانی خو غپا به یې نه وي، آرامه شپه وي. نو اعتدال د شپې دغه ټولو شیانو ته شاملیږي، خو لیکن یو هغه څه چې مثلا ونې چپه کیږي او حیوانات په سر څه وي او داسې مسایل وو که نه،
دا شان نشته، دا مشهور شوی دی د عوام خلکو په خرو باندې واغنه دی. دغه علائم دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته بیان کړی دي، نو کله وو نو استاد مخکې خو تاسو هم یو څه یادونه وکوه چې کچیر موږ ليله القدر پیدا کو په دغه نښو سره چې تاسو ویلې ډیر عبادت وکړو، بیا هم که لږ مشخص تر وایي چې کوم اعمال زیات پې تاکید وکړو، مثلا ډیر لمونځونه وکړو، ډیر دعاګانې وکړو، ډیر تلاوت ما مخکې هم وویل چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو ذکر، تلاوت او لمونځونه، خاصتا تلاوت لمونځ ډیر سړی باید وکړي، همدارنګه صدقه او خیرات په دې شپه باندې وشي. ټول هغه نیک اعمال، څومره چې نیک اعمال دي، که د انسان وس ورسېږي د هر یو نه لږ لږ یو چا سره کومک خپلوي پاللی او د یو خپلوان پوښتنه کول، دا هم یو ښه کار ده. بیا لمونځونه او تلاوت کول خوشبه ده، نو څومره چې انسان وکولی شو تلاوت وکړي د الله سره دعا او دعا د الله نه دعا. بله، هو د دعا برخه کې استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عائشه زموږ استاذ مور بیبي رضی الله تعالی عنها هغې پوښتنه وکړه چې کوم دعا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دا دعا وایه: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، خصوصا د ليلة القدر په شپه نو کېدای شي استاد بیا یو ځل ته تکرار کړي چې زده شي. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل ځای کې جامع دعاګانې انسان وایي په دې شپه باندې، کنه عائشه رضی الله تعالی عنها ته بیا دعا خي مختصره دعا خو لیکن جامعه دعا، و رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څه غږ ورته کاوه، نو هغه وځنډېده لمونځیې کوه دعاګانې کولې سهار وختو. بیا چې کله وځنډېده نو رسول الله ورته وویل چې ګوره، زه به تا ته څه الفاظ وښیم چې هغه به ډېر کامل وي. ورته وویل چې داسې دعا کوه چې اللهم انی اسلک خیره و خیره کله، یا الله د ټول خیر دعا درنه کوم، څومره خیر چې دی، عاجله و عاجله، کنه ما علمت منه و ما لم اعلم، هغه چې زه مونږ پرې پوهیږو که نه پوهیږو، مونږ ته معلوم وي که نه دی، و اعوذ بک من الشر کله، د ټول شر، څومره شرونه چې دي، د انسانانو شر، د پیریانو شر، د خرو، د انسانانو، د ټول، کنه د هر څه، شیطان، ابلیس او احمق او جاهل، د ټول، د حسد نه څومره چې دي، دا شر، شر ده، شر کله. یعنی استاد دعاګانې وکړو خو چې زیات وخت جامع دعاګانو ته ورکړو دا به ښه وي. مننه استاد، تشکر. الان به عزت لره نو د خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی. بیا هم استاد له تاسو څخه مننه چې موږ ته اورېدونکو ته مو وخت راکړ. الله دې په خپل دربار کې قبول کړي. امین. مننه، تشکر. دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه حاضر فقه که تقدیم شما ایضا شد. آرزو دارم که در وقت دعاهایتان از دعاهای خاص خاصتان ما را محروم نسازین، تا بعد که باز هم خدمت شما حاضر می شویم، تک تک شما را به الله می سپاریم. وقت خوب و خوشی داشته باشه.